یک قاتل روانی که هر هالووین دست به جنایت وحشتناک میزنه. گلاسی سلام، امروز براتون فیلم هالووین مسئول سال 2007 رو آوردم به کارگردانی راب زامبی که نمره 6 آی ام دی بی داره. سری فیلم هالووین از سال 1978 شروع شدن و این نسخه که من گذاشتم بازسازی همون نسخه اولش تو سال 1978. گفتم این نسخه رو بذارم چون خیلی با سبک فیلم های قدیمی ارتباط نمیگیره و به هر حال جلوه های ویژه و سبک فیلم برداری و موقعی خور ضعیف‌تر بوده، ولی قطعا برای تجربه درست این سری فیلم اسلشر که خیلی هم معروفه باید نسخه قدیمیش رو یه بار ببینید. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون اسپر کامرا صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم پسر بچه 10 ساله‌ای به اسم مایکل مایرز رو می‌بینیم. مایکل کلاً بچه گوشه‌گیری و همه بچه‌های مدرسه هم اذیتش می‌کنن، مخصوصا به خاطر مادرش دبرا که یه رقاص برهنه است و مایکل به خاطرش همش داره تحقیر میشه. مایکل تو اوقات تنهاییش حیوان‌های مثل گربه و موش نگه می‌داره و بعضی وقت‌ها یه رفعه می‌کشتشون تا عصبانیتش خالی شه. همیشه هم یه ماسک دلقک به صورت می‌زنه. یه روز که مادرش داره صبحونه درست میکنه و دوست پسر دائم الخمرش یعنی رانی کنارشه، خواهر بزرگ مایکل یعنی جودیس هم برای صبحانه میاد و میفهم که یه خواهر دیگه هم داره که تازه به دنیا آمده. رانی طبق معمول شروع میکنه به داد و فریاد سر دبرا و بچه کوچیکم میزنه زیر گریه. مایکل هم برای صبحونه میاد و به مادرش میگه که موش خونگی مرده. مامانش هم میگه اب نداره برای که دونه میخرم و کلا قضیه رو جدی نمیگیره. رانی شروع میکنه به دعوا کردن مایکل و گیر میده ماسکتو بردار. اونم گوش نمیده و رانی با عصبانیت ماسکو از صورتش میکنه. وقتی بچه میره مدرسه میبینیم که دوتا از قلدارا خفتش میکنن و دوباره شروع میکنن از صحبت در مورد مامانش و شغل رقاصیش. مایکل هم خیلی عصبانی میشه و دعوایی بینشون شکل میگیره که با دخالت مدیر مدرسه جدا میشن. مایکل هم اول ساکت میشه و یه دفعه شروع میکنه به فحش دادن به این پیرمرد. همین هم میشه میبرنش تو اتاق مدیر و مادرش دبرا میخوان که بیاره ببرتش. دبرا جای اینکه پسرشو دعوا کنه شروع میکنه فرار کشیدن سر مدیر و میگه به خاطر بی‌مسئولیت و حماقت شماست که پسرم اینطوری شده. ولی قضیه جدی‌تر از این حرفاست، چون به درخواست مدیر روانشناس مدرسه یعنی دکتر لومیس سر میرسه و با دبرا صحبت میکنه. بهش میگه که چند روز پیش تو کمد پسرتون جنازه یه گربه پیدا شد. کلی عکس ترسناکم اونجا بود که همشونو مایکل گرفته و از جنازه حیوانای مختلفه که به شکل فجیعی به قتل رسیدن. دکتر به دبرا میگه که اینا علائم خطرناکیه و ممکنه پسرتون یه جامعه گریز یا حتی روانی بشه. برای همین باید درمان شه. مادر مخالفت میکنه و بدون توجه در همین حال مایکل میبینیم که یواشکی از مدرسه فرار میکنه. میره تو جنگلی همون نزدیکی و پسر که قبلتر خفتش کرده بود و میبینه. کمین میکنه و یه رفعه با یه بیل پای پسر رو میشکنه. بچه افتاده و خواهش میکنه ببخشتش، اما مایکل لحظه به لحظه وحشی‌تر میشه و نه تنها همه استخونای کمر پسر رو میشکنه، در آخر هم ضربه به سرش میزنه و مدتی به مغز ترکیدش نگاه میکنه. شب میشه و انگار هنوز کسی از قضیه با خبر نشده. چون شب هالووینه، دبرا قبل اینکه بره سر کار، از دختر بزرگش میخواد که مایکل رو ببره بیرون تا از همسایه‌ها شکلات بگیره. اونم قبول میکنه، اما بعد رفتن مامانش، دوست پسرش رو به خونه میاره. مایکل از اینکه خواهرش نمیخواد ببرتش تفریح خیلی ناراحت میشه و یه بار دیگه میفهمه که هیچکی نمیخواد باهاش وقت بگذرونه. برای همینم بیرون خونه میشینه و انگار تصمیم میگیره زندگیشو به روانی درون خودش بسپاره. با نگاهی سرد برمیگرده داخل خونه و به دوست پسر مامانش که مست خوابیده زل میزنه. سر یه چسب پر میاره و مرد مستی که نمیتونه خودش مقاومت کنه رو میبنده. بعد بالا سرش وامیسه و با یه چاقوی بزرگ اونو به شکل وحشیانه میکشه. هیچ پشیمونی تو نگاه بچه نیست و دوست پسر خواهرش هم بعد رابطه میاد تو آشپزخونه. مایکل که از قبل آماده است با چوب بیسبال ضربه به سرش میزنه و پسر میوفه زمین و شروع میکنه به لرزیدن. مایکل چند لحظه آروم و دوباره شروع میکنه به زدنش تا جایی که کلا مرد میپاچونه، اما انگار هنوزم آروم نشده. با آرومی میره طبقه بالا. خواهر بزرگش روی تخت خوابیده. ماسک هالووین دوست پسرش هم همونجاست و مایکل اونو رو صورت خودش میذاره. دستش روی پای خواهرش میکشه و اونم به محض بیدار شدن جیغ میزنه. یه دونه تو گوش مایکل میکوبه و اینجا مایکل تصمیم خودش رو میگیره. با همون چاقوی قبلی ضربه‌ای به شکم خواهرش میزنه و کلا دلش رو جر میده. چند ساعتی میگذره و دبرا میاد خونه. مایکل خواهر کوچیکش رو بغل کرده و بیرون نشسته. دبرا نمیفهمه دلیلش چیه و بیخبر میره داخل. میبینه که پلیس‌ها سر میرسن و مشخص جنازه همکلاسی مایکل هم پیدا شده. اونو با خودشون میبرن و از روز بعد اونو توی تیمارستان بررسی میکنن. روانشناس مدرسه یعنی دکتر لومیس هم تصمیم میگیره جلسات درمانی این پسر به عهده بگیره. اما هر کی ازش میپرسه چرا اون کارو کردی، مایکل انکار میکنه و میگه اصلا یادم نیست. هفته ها میگذرن و دبرا مدام به تیمارستان میاد به پسرش سر میزنه. انگار اونم هنوز باور نداره که پسرش این کارو کرده باشه. توی یکی از جلسه ها دکتر از مایکل میپرسه چرا همیشه ماسک درست میکنی و مایکل میگه برای اینکه زشتی درونمو قایم کنم. چند ماه بعد مادر دوباره بهش سر میزنه و مایکل از
همیشه رفتارش عجیب تره و کلا دیگه هیچ حرفی نمیزنه. مادر عکسی از مایکل و خواهر کوچیکشو بهش نشون میده تا حالش بهتر شه و میگه آویزون کن توی سلولت. بازم پسر هیچ حرفی نمیزنه. وقتی یه لحظه دبرا و دکتر میرن که صحبت کنن، صدای جیغی از داخل اتاق میاد. مایکل با یه چنگال پرستاری کنارش نشسته رو میکشه و دبرا فهمیدن واقعیت وحشتناک پسرش روانی میشه. چند شب بعدی مادر به دیدن فیلم‌های قدیمی مایکل و گرگزاری میگذره. دیدن ذات پسرش خیلی براش دردناک بوده و انگار همش داره خودشو مقصر میدونه. در آخر هم تسلیم این غم میشه. اسلحه روی سر خودش میذاره و شلیک میکنه. میریم به 15 سال بعد. مایکل یه آدم قد بلند و قوی شده و همچنان توی تیمارستان و ماسک میزنه. 15 ساله که حتی یک کلمه هم صحبت نکرده. کلا توی سلولش پر از ماسکایی که ساخته. دکتر لومیس هم دیگه تلاشی برای روان درمانیش نمیکنه و فقط یه بار میاد که بهش اطلاع بده از زندگی مایکل کتاب نوشته. کتابی به اسم مایکل مایرز، یک شیطان رستگار نشدنی. یک شب که مایکل توی سلولشه، دو تا سرداره تیمارستان یه دختر بیمار رو با خودشون میارن که باهاش خوش بگذرونن. برای این کارم به سلول مایکل میان که بزرگه و نمیدونن که تو شرایط بدی دارن قرار میگیرن. دختر مقابله میکنه و جیغ میزنه که مایکل در آخر کنترلش رو دست میده. میفته به جون هر دو تا مرد و بعد کلی کتک زدن سرش رو میکوبه دیوار و کلا خوردشون میکنه. سرایدار ارشد تیمارستان که یه پیرمرد خیلی مهربونه و تمام این سالها حواسش مایکل بوده و خیلی باهاش دوستم، صدا رو میشنوه و میاد اینجا. مایکل حتی به این مردم رحم نمیکنه و بعد کتک زدنش تلویزیون رو میکوبه دو سرش و کارش رو تموم میکنه. چند ساعتی گذشته و حالا کلی پلیس سر رسیدن و مشخص مایکل فرار کرده. هیچ کی هم نتونست جلوشو بگیره. میبینیم که در حال فرار به پمپ بنزین میرسه و توی دستشویی راننده‌ای رو میکشه، لباسشو میدوزه، کسی بهش شک نکنه. روز بعدی به خونه قدیمی خودشون هم میرسه و اونجا میمونه. خونه که حالا خراب شده و هیچ کس اونجا نیست. اتفاقا روز هالووینه و دقیقاً 15 سال از اولین قتل‌های مایکل گذشته. از مخفیگاه چاقویی که قایم کرده بود رو همراه با ماسکی که اون شب زد تا خواهرش بکشه رو در میاره و میریم به یه خونه دیگه همون نزدیکی. دختری به اسم لوریو میبینیم که به کالج میره و با خانواده‌اش زندگی خوبی دارن. پدرش مشاور املاک و از لوری میخواد که یه سری کاغذ قرارداد رو به خونه‌ای ببره که مشتری‌های بعدیش قراره بیان. اونم قبول میکنه و وقتی به مقصد میرسه میبینیم همین خونه قدیمی خانواده مایکل مایرزه. خونه‌ای که الان به عنوان یه خونه جنزره معروف شده و هیچ کس حاضر نیست بخرتش. دختر کاغذ رو میندازه تو خونه و مایکل با دیدنش انگار خیلی از لوری خوشش میاد. همین هم میشه که شروع میکنه به تعقیب این دختر حتی تا مدرسه. لوری دختر گوشه‌گیریه و با کسی زیاد نمیپره. غیر پسر بچه همسایه‌شون که لوری به عنوان پرستارش استخدام شده و همه جا با همن. بعد تا دوست صمیمی دیگه‌اش یعنی لیندا و انی. شب هالووین میرسه. لوری که برنامه خاصی نداره، قرار میشه از بچه کوچک دوستش انی مراقبت کنه تا اون رو دوست پسرش برن بیرون اشغال. دوست دیگه‌شون یعنی لیندا هم با دوست پسرش برای تجربه ترس واقعی میرن به خونه خانواده مایرز. به خیال همه افراد این محل گفتم این خونه بعد از اتفاق 15 سال پیش نفرین شده است و همه ازش حسابی میترسن. مایکل که تو خونه قایم شده متوجهشون میشه و به محض تنها شدن پسر بهش حمله میکنه و به شکل وحشیانه جونشون میگیره. بعدم میره سراغ لیندا و اونم خفه میکنه تا دیگه نفس نکشه. دیگه مایکل کنترلش از دست داده و راه میفته سمت خونه لوری. اما لوری اونجا نیست و برای همینم هم با بی‌رحمی تمام پدر و مادرش شکنجه میکنه و میفهمه که لوری همین الان رفته سمت خونه دوستش انی تا بچه اون مراقبت کنه. مایکل هم پدر هم مادرش رو میکشه. راه میفته سمت خونه انی. لوری و پسر همسایه‌شون قبل اینکه به خونه انی برن، تصمیم گرفتن یکم از هالووین لذت ببرن. برای همینم هم وقتی مایکل به خونه انی میرسه، اون دوست پسرش هم هنوز همونجان. چیزی جلوی مایکل رو نمیگیره، وسط رابطه جنسی این دو نفر پسر رو به قتل میرسونه. بعدم میفته روی انی و باهاش رابطه اجباری برقرار میکنه. سکانس بعد میبینیم که لوری و بچه همسایه‌شون هم بالاخره میرسن همینجا. به محض ورود، انی وحشت‌زده با بدنی خونی در حال لرزیدن از ترس میبینن و بالا سرش هم جنازه سلاخ شده دوست پسرش آویزونه. مایکل قایم شده به لوری حمله میکنه و اونم بعد فرار دادن بچه همسایه‌شون در میره که مایکل میفته دنبالش. یه سر میریم پیش دکتر لومیس که بعد فهمیدن فرار مایکل پیش پلیس این محل میاد. بهشون میگه که باید سریع به همه بگی که برن توی خونه چون واقعا خطرناکه. اما پلیس میگه فعلا لازم نیست مردم رو بترسونیم. دکتر میگه مطمئنم مایکل میره خونه قدیمیشون و احتمالاً هم میخواد یه بلایی سر لوری بیاره. رئیس پلیس نمیفهمه چه ربطی به لوری داره، اما وقتی به خونه اینا زنگ میزنه و کسی پاسخ نمیده راه میافتن سمتشون. توی راه هم دکتر لومیس همه چی رو تعریف میکنه.
خواهر کوچک مایکل مایرز بعد اینکه مادرشون خودش رو میکشه به سرپرستی یه خانواده دیگه در میاد. لوری همون خواهر مایکله و اونم وقتی توی تیمارستان بوده این قضیه به گوشش رسیده. برای همینم هم شک ندارم بعد فرار رفته دنبالش، چون تنها امید زندگیش همین خواهرش بود. با فهمیدن اتفاقی که توی خونه لوری افتاده، دکتر میگه سری برو خونه مایکل، شاید اونجا باشن و همین کارو انجام میدن. میبینیم که توی خونه مایکل موفق شده لولیو بگیره و با خودش آورده اینجا. دکتر جیغ میکشه و نمیفهمه جریان چیه. مایکل چاقوشو میذاره کنار عکس بچگیشون و اونو به لوری میده. اونم باز نمیفهمه یعنی چی و مایکل از اینکه خواهرش هیچ خاطره ای از بچگیشون نداره خیلی ناراحت میشه. حواسش پرته که لوری از فرصت استفاده میکنه و با چاقویی که مایکل انداخته یه ضربه به گردنش میزنه و سعی میکنه در بره. مایکل که انگار هیچ دردی رو حس نمیکنه میفته دنبالش. بیرون از خونه میدوئن و لوری به خاطر حواس پرتی میفته توی استخر خالی خونه و مایکل نزدیکتر میشه. قبل اینکه بگیرتش دکتر لومیس هم از پشت سر میرسه. شروع میکنه به صحبت به مایکل و میگه اگه خواهرت دوست داری، اگه واقعا عاشقشی باید ولش کنی. و وقتی که حرفاش اثری ندارن با اسلحه‌ای که آورده مایکل شلیک میکنه. خب قدرت مایکل بیشتر از این حرفاست، دکتر مجبور میشه چند شلیک دیگه هم بکنه تا وقتی که مایکل میفته زمین. بعدم میره کمک لوری و دوتایی سعی میکنن از اونجا فرار کنن. میرن داخل ماشین. ولی خب حریفش مایکل مایرز قوی تر از این حرفاست. مایکل باز پیداش میشه و لوری هم ماشین بیرون میکشه. میخواد دختر رو بکشه چون خیلی ازش عصبانیه و دل خودش هم شکسته و دکتر بهش التماس میکنه که ولش کن. یه دفعه مایکل بعد التماسای دکتر این کارو میکنه و به جای لوری میره سراغ خودش. تو سکانس دردناک با دستاش چشمهای دکتر رو در میاره. لوری هم به داخل خونه فرار میکنه و موفق میشه اسلحه دکتر رو با خودش ببره. طبقه بالا قایم میشه و مایکل که پیداش میکنه به آرومی میره جلو و در آخر با یه حمله ناگهانی قبل از شلیک گلوله اون همراه خودش پرت میکنه توی حیاط. چند لحظه بعد لوری به هوش میاد و مایکل روی زمینه. دختر اسلحه رو میگیره روی سر مایکل، اما یه رفع مرد به هوش میاد و دستش رو میگیره. لوری که دیگه خیلی عصبانیه با هر زحمتی هست اسلحه رو روی مایکل نگه میداره و با شلیک هر چی گلوله توی اسلحه مونده بالاخره کار این مرد رو تمام میکنه و کلی خونش روی خودش میریزه. لوری غرق خون برادرش یه جیغ بلند میکشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اگه دوست داشتید بگید قسمت بعدی فیلم هالووین هم براتون حتما بذارم. مایکل مایرز زینه ای که هیچ وقت نمیره، دوباره برمیگرده و یه فیلم جدید ساخته میشه. سری هالووین همونطوری که قطعا اسمش رو شنیدید و کلا قاتلی به اسم مایکل مایرز واقعا یکی از معروف ترین هاست، بخاطر اینکه تو سر تا سر دنیا بارها و بارها ازشون اقتباس گرفته شده و فیلم ساختن و یه قاتل خیلی معروفه، مخصوصا توی نسخه های قدیمیش به خاطر اینکه وقتی جلوه های ویژن موقع ضعیف بود مجبور بودن برای نشون دادن این صحنه های قتل و اسلشر خفن از خیلی چیزهای واقعی استفاده بکنن و خب هیجان و وحشت فیلمو خیلی بیشتر میکنه. چیزی که به نظرم توی این نوع فیلم مخصوصا همین قسمت اول هالووین خیلی به چشم میاد و جالبه، داستان بچگی یه قاتل روانیه. اینکه ما نشون میده چقدر فاکتورهای مهمی وجود دارن که همون دوران رو به وجود مدن بچه تا وقتی بزرگ میشه تأثیر خودش رو میذارن تا یا آدم به یه قاتل روانی تبدیل بشه. و این چیزی هم نیست که فقط توی فیلم باشه، وقتی که شما برید مصاحبه‌های افرادی مثل تد باندی یا چارلز منسون رو گوش بکنید اکثر کلن کارهایی که تو آینده انجام میدن و بلاهایی که سر قربانیاشون میارن ریشه توی گذشته و بچگیشون داره. جنبندگی نهایی که من از دیدن این جور فیلم‌ها تونستم بکنم این بود که 90% اتفاقهایی که میفته ریشه توی تربیت بچه داره، وقتی که پدر و مادر دارن بچه رو بزرگ میکنن، اینکه بهش برسن، اینکه بهش چقدر اهمیت بدن، براش چه چیزهایی فراهم کنن، چقدر به سلامت روانی طرف اهمیت بدن و همه اینا چیزاییه که کلا در آینده اون شخصیت رو شکل میده. یعنی پدر و مادر از زمان تولد انگار دارن یه سرمایه گذاری میکنن که در نهایت از اون بچه یه آدم عادی و موفق میسازه یا یه آدم سوسیوپاس و روانی که فقط به قصد آرام کردن خودش حاضر به هر کسی هر صدمه میخواد بزنه. بهترین مثالی که میتونم در مورد این براتون بزنم یه قاتل به اسم ادگین. این قاتل وقتی که مادر خودش رو از دست میده شروع میکنه به قتل زنهای دیگه برای اینکه پوستشون رو، پوست صورت و بدنشون رو بکنه و انگاری یه دونه ماسک و کلن یه لباس از جنس پوست زن بسازه که بتونه مادر خودش رو دوباره به دنیا انگاری بیاره. و وقتی این قضیه رو بررسی میکنم میفهمم بزرگترین دلیلش همون وابستگی بیش از حد به مادرش بوده، چیزی که مادر از زمان تولد علی بچه وجود آورده، خیلی بهش وابسته بوده، همش به عنوان یه آدم مذهبی میچسبیده بهش، نمیداشه که جا بره و این عدم استقلالی که برای بچه به وجود میاره در نهایت بعد از مرگش منجر به همه اون اتفاقا میشه. خلاصه همین رو خواستم بگم، بدون دوران بچگی چقدر مهمه به خاطر اینکه واقعا تمام مراحل زندگی در آینده شکل میده. لایک کامنت ساب یادتون نره، توی کانال زاپاس جوین بشید. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.